کدام مورد درباره کربونیل سولفید و گوگرد تریوکسید درست است؟ کربونیل سولفید و گوگرد تریوکسید. خب کربونیل سولفید که اینه SCO خودمونه، گوگرد تریوکسید هم اینه، ساختاراشون اینا تو کتاب اومده. این ساختار خطی داره و این هم یه ساختار مثلثی داره. حالا نظام قدیمه میگفتن مسطح مثلث، ولی خب خط ساختاراشون یعنی شکل هندسیشون یکسان نیست. میگه شکل هندسیشون مشابه و به صورت خطیه. غلط. کربونیل سولفیدش فقط خطی. در هر دو اتم، اتم مرکزی بار جزئی مثبت داره. اگه دقت کنید این قسمت منفیه چون اکسیژن بیشتر میکشه، این قسمت مثبت. اکسیژن بیشتر میکشه منفی، اکسیژن بیشتر میکشه منفی، اکسیژن بیشتر میکشه منفی، اکسیژن بیشتر کشید بود منفی و گوگرد مثبت. اگه دقت کنی اتم مرکزی داخل این که کربونه مثبت، اتم مرکزی اینم مثبت و هر دو اتم بار جزئیشون مثبت. اتم مرکزیاشون هر دو گشتاور دو قطبی بزرگتر از صفر دارن. نه، این مولکول ناقطبیه، این مولکول ناقطبی رو اتم مرکزیش ناپیوندی نداره، اتمای متصل بهش هم یکسانن. عدد اکسش اتم مرکزی در هر دو یکسان است. خب اینو من برم حساب کنم، SCO بوده دیگه، X این منهای دوه، این هم منهای دوه، میشه مثبت 4. اینجا X منهای 6 میشه 0، X میشه مثبت 6. عدد اکسش اتم مرکزی هاشون یکسان نیست، پس همون گزینه دو از همه قشنگ تر بود.